همینطور که گفتم در واقع بخش دوم از این اقیانوس به شناخت مشتری میپردازه حالا من فهمیدم که این بازار ابعادش و حدود و سغورش چقدره چه ساختاری داره بازیگرا کیان روندها به چه نحویه بالانس عرض و تقاضا چطوریه تولید کننده داخلی اصلا داریم نداریم و خیلی چیزهای دیگه اه... یه چیزی رو حواسمون باشه ما بسته به مسیر توسعه کسب و کارمون بسته به مرحله‌ای که الان در فرایند کار هستیم ممکنه به بعضی از این سوالات نیاز دیگه نباشه جواب بدیم جلوتر صحبت خواهم کرد باهاتون که از این همه مفهومی که داریم با هم صحبت میکنیم از این ده ها سوالی که داریم با هم صحبت میکنیم به کدومش کی نیاز خواهیم داشت و تو چه مرحله ای از کسب و کار تو طراحی تحقیقات بازارمون به چه سوالاتی بهتر جواب بدیم مثلا اگه کارخونه من ساخته شده و ده ساله داره کار میکنه من وارد یک شرکتی شدم که ده ساله داره کار میکنه و مدیر من میخواد استراتژی سال یازدهمش رو تدوین کنه و از من خواسته که یک تحقیقات بازار براش انجام بدم اون موقع احتمالا به یک سری از سوالاتی که مثلا دیگه وا آمار واردات و صادرات چقدره خیلی دغدغه‌ای دق ندارم جواب بدم ممکنه اینو وقتی لازم بود که من تازه این کارخونه رو راه بندازم بنابراین ارز کردم جلوتر صحبت میکنیم که کی به چه سوالاتی بهتر جواب بدیم بخش دوم شناخت مشتری است. خب مخاطبا و مشتری های محصول من کیان چه اجزایی دارند یا چه بخشهایی بخش‌هایی تقسیم میشن؟ بعدا در این مفاهیم صحبت میکنیم گفتم هر کدوم از این مفاهیم زیر مفاهیمی داره زیر داره مفصل میشه در مورد تک تک اینا صحبت کرد مشتری وقتی میخواد محصول بخره چطوری رفتار میکنه چه عواملی بر خریدش موثرا؟ مشتری موقع خرید آیا به قیمت بیشتر توجه میکنه یا به برند یا به کیفیت یا به توصیه فروشنده هر کدوم از این دسته های مشتری های من چه ویژگی هایی دارند شخصیتشون چه شکلیه یاراشون برای خرید چیه نحوه استفادهشون از محصول چیه از کجا بفهمم کدوم مشتری مشتری واقعیه کدوم یکی سرکاریه چه جوری خودم به مشتری برسونم چه جوری مشتری رو گیر بیارم کانال دسترسیم به مشتری نحوه ارتباطم با مشتری نحوه ترغیب مشتری به خرید بیشتر یا به استفاده از محصولات جدیدتر من اصلا مشتری نیازش چیه به محصول و دهها سوال دیگه که به من کمک میکنه مخاطبم رو بشناسم در این بخش میگنجه بخش بعد رقبا هست حالا من تو این بازار رقیبایی دارم که باید اون رقبا رو بشناسم لیستشون رو در بیارم بدونم کیان بدونم هر کدوم از این رقبا چه سهمی از این بازار دارند هر کدوم از این رقبا چطوری دارن محصول در بازار میفروشند چه ضعف و قوت هایی چرا مشتری حاضر از اونها خرید کنه فرض بگیریم من میخوام وارد بازاری بشم که تا حالا محصول عرضه نکردم و وقتی بازار رو بررسی میکنم میبینم دو تا از رقبا هستن که مثلا این دوتا رو هم 70 درصد سهم بازار رو دارن خب اولین سوالم اینه که چرا چه وضعیت هایی داشتند که بازار هفتاد درصد بازار به اینها روی آورده و اقبال نشون داده یا چه قوت هایی یا چه جوری مشتری را قانع کردند یا چه ابزارهایی رو برای بازاریابی استفاده کردن این شناخت رقبا هم به من کمک میکنه که گاهن الگو بگیرم ازشون هم کمک میکنه که اگر نقاط ضعفی دارند روی اون نقاط ضعف باهاشون وارد مقابله بشن و مبارزه کنن یا اگر نقاط قوتی دارن اونها رو بشناسم و سعی کنم که اون نقاط قوت رو در خودم ایجاد کنم هر کدوم از رقبای من تو چه بازارهای هدفی هستند یا ممکن اصلا رقیب من محصول مشابه من رو نداشته باشه ممکنه رقیب من یک محصول جایگزین باشه من میخوام در واقع مثلا شکر بفروشم در بازار محصول رقیب من ممکنه نبات باشه یا قند باشه من میخوام در واقع یک قطعه خودرو مثلا به عنوان رینگ اسپورت خودرو رو بفروشم در بازار محصول رقیب من رینگ فولادی خودرو من میخوام یک شامپوی گیاهی در بازار بفروشم محصول رقیب من یک شامپوی شیمیایی مثلا با یک برند معتبر خارجی محصول دیگه اون محصول نیست یک محصول جایگزینه که میتونه از بازار من سهم بگیره و بعد از اینکه اینها رو هم شناختم حالا باید به این سوال جواب بدم که خب من چجوری محصولم محصولمو وارد بازار کنم کجای بازار اصلا میخوام بشینم چقدر میخوام از این بازار سهم بگیرم به کدوم بازار میخوام حمله کنم با چه استراتژی میخوام وارد این بازار بشم چند بفروشم محصولم رو تو بازار به کی بفروشم چجوری تبلیغ کنم تو کدوم شبکه توزیع عرضه کنم محصولم رو با چه استراتژی برای برندسازی محصولم رو عرضه کنم آیا محصولی که من طراحی کردم محصول خوبی هست یا لازم محصولم رو تراحیش رو تغییر بدم خدمات پس از فروشم باید چطوری باشه با چه بسته بندی محصولم وارد بازار کنم و دهها سوال دیگه که این پکیج از سوالات میشن در واقع وقتی توی تحقیقات بازار بهشون جواب بدیم پاسخشون میشه شاکله اصلی مارکتینگ پلن من در واقع این بخش ها یا این المان ها گوشه ای از ده ها مفهومیه که ما در موضوع بازار بازاریابی و تحقیقات بازار باهاش مواجهیم و باید بشناسیم اینها رو زیر رو تحلیل کرده باشیم و مفصلا در مورد اینها اشراف داشته باشیم که بتونیم تحقیقات بازار خوبی رو تراحی کنیم راستش قرار نیست توی این دوره ما روی تک تک این علمان ها با هم صحبت کنیم و اینها رو معرفی کنیم ما دوره دیگری خواهیم داشت با هم تحت عنوان در واقع برنامه‌ریزی بازاریابی که اونجا بیشتر در مورد اینها اجزاشون استراتژی‌هاشون محدوده و حوزه فعالیتشون صحبت کنیم این دوره بیشتر فقط می‌خوام اینا رو بشناسیم برای اینکه بدونیم در تحقیقات بازار به چه سوالاتی از اینا میخوایم جواب بدیم به چه سوالاتی باید در مورد شبکه توضیح جواب بدیم من اگر می‌خوام فردا به عنوان یک در واقع مدیر بازاریابی شبکه توضیح طراحی کنم الان از تحقیقات بازارم انتظار دارم به چه چیزهایی در مورد شبکه های توضیح بازار پاسخ بده اینو میخوایم بشناسیم طراحی شبکه توضیح تدوین استراتژی پخش و توزیع و حالا المانهاش باشه برای دوره مارکتینگ پلن و مارکتینگ توی بخش بعد دیگه وارد بحث تحقیقات بازار میشیم و فرایند اجرای تحقیقات بازار رو یک کمی با هم بیشتر آشنا میشیم متشکرم